اگر درد نمی بودی به دنیا نبود شاعر و شعرش نشانه نه از تاره صدای از نیناده های عاشقانه نه از تاره صدای می برآمد نه از نیناده های عاشقانه بگوید چشمه ای خارا شکسته بیانی درد و به دردی نبردست بگوید چشمه ای خارا شکسته بیانی درد و به دردی نبردست. Thank you.
درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و امروز با برنامه یک نفر هنرمند محبوب، کارمند انسامبل دولتی لالا، عمرعلی میرعلیف را دعوت کردیم. همراه مطربان چیره دست با برنامه ما تشریف آوردند و در آغاز برنامه یک ترانه جذاب و شیرین و زیبا پیشنهاد کردید که واقعا هم از شنیدنش لذت بردیم. درود میگویم به شما، خوش آمدید به برنامه فضا به تلویزیون سفینه. و اگر درود دارید، پیامی دارید، دستگاه های نوربرد داریم و در اختیار شما است، بفرمایید. درود و پیام خود را به بینندگان تلویزیون سفینه و برنامه فضا میرسونیم از نام خود و از نام اهل هنرمندان انسامبل لالا که ما را به این برنامه جالب و برنامه دوست داشتنی تکلیف نمودید. بسیار تشکر زیاد. و شما رهبر موسیقی انسامبل لالا هستید؟ بله، من رهبر موسیقی انسامبل لالا به عهده دارم. تا یک چند سال می شود با همراهی همین خوانیاگران ممتاز ما آهنگسازی می کنیم، سرود و ترانه ها می آفریم و در عالم ایجاد سیر و سیاحت داریم. فعالیت ایجادی شما از ناحیه خوالیم شروع شده است، از بخش فرهنگ؟ بله، از سالهای 80 این جانب در همین از در ناحیه خوالیم فعالیت ایجادی من اولا سر شد و آهسته 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 و مهری صنعت و ایجاد ما را آهسته آهسته به شهر دوشنبه آورد و اینک تا سالهای زیاد است که در این جا هنروری و آهنگسازی و ایجاد و کار و فعالیت داریم. در آغاز یک ترانه خیلی جذاب و غم‌انگیز و زیبا بود اجرا کردید، آهنگ خودتان است؟ آهنگ براسی که اکنون این آهنگ من هم گفتن نمیشد، چون که ما در پیروی استادا همین آهنگ، وقتی که من این سرود را از کلیات استاد حبیب الله فیض الله دریافت کردم و از در پیروی استادان همین آهنگ آهسته آهسته با همراه این خوانیاگران ما پیدا شد و امروز خیلی که شما دید صدا داد. شما در پیش از آنی که برنامه را شروع کنیم گفتید من 4 ترانه آماده کردم و این ترانه ها همش از ایجادیات حبیب الله فضل الله است. بله. خب چرا این گونه شد که مثلا از این شاعر انتخاب کردید متن ها را؟ براسی روز ما در یک سبتی مگنیتافونی بود کیمچی سرودی به پیری میرسد خاری بیابان، ولی گل چون جوان گردد بمیرد، از شادروان احمد زاهر گوش میکردم و وقتی که همین سرود گوش میکردم آهسته آهسته فکر و اندیشه من به همین حبیب الله فیض الله رفت، چون که حبیب الله فیض الله هم به مثل احمد زاهر دیگر ایجادکاران به مانند کرامت الله قربان و شادروان دوست مراد علیف و بسیار مقدس نبیه و همه همین هنرمندانی که بودن همه در عین جوانی بسیار از دنیا رفتن. استاد حبیب الله فیض الله هم در سن 35 سالگی از دنیا گذشتند و در این عمری، در 35 سالی عمری پربرکتشون، باور کنید من چنان که میبینید بسیار یک خلیاتی بسیار شعرها و آفریده های دارن که به اختیار وقتی که همین قلیات رو من ورق زدم آهسته 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 من ایجادیات همان شعرها رو انتخاب کردم و 4 سرودی استاد زنده‌یاد رو در با آهنگ در آوردیم و امروز اگر فرصت دید، اگر امروز ما این آهنگ رو به سمع مخلصان و بینندگان میرسونیم. حتما. و واقعا هم حبیب الله فیض الله یکی از شاعرانی خیلی سرکاری ما بود، حتی در انجمن پنجم اتفاقی نهضت نگاران تاجیکستان استاد میرزا تورسون‌زاده نیست در قطار شاعران جوان انسیل استاد لایق شیرعلی، حبیب الله فیض الله را نیز نام گرفته بودند که در ادبیات با قدم های استوار پانی ها دند و خطا نکنند در 21 سالگی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شدند. بله، در 21 سالگیشون عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان میگردند و اولین مجموعه شعری استاد حبیب الله فیض الله با نام قطره باران سال 66 به تاب میرسد
و در اینجا زیاده از 7-8 کتابی کتاب های استاد حبیل و فیضلا به تب رسیدن تا سالی تا دوره وفاتشون قریب 7-8 کتابی این کس بله. واقعا هم در عمری کوتاه ولی قدر نوشته های پرمضمون و والا و زیبا که واقعا هم از خواندنش لذت می‌بریم. بیشتر تصویرهای جالب است. تصویرهای است که واقعا هم کس تصور نمی‌کند که می‌گوند مثلا از یک چوب خشک می‌گوند تصویرهای زیبا می‌آفرد. یک شعر دارد نقش که درباره ساز است و خیلی زیبا تصویر شده است. واقعا هم یک کاری ثوابی شد که شما رو آوردید به اشعار ایشان و نوشته های آن کس را به آهنگ در آوردید و واقعا هم که کاری ارزنده هست. باز چی ترانه آماده شد؟ چی متنی را انتخاب کردید؟ اگر در اینجا از بس که خودی حبیب الله فضل از روی نوشته ها از روی شعرهایش میبینی بسیار عاشق زندگی، عاشق دلبر، عاشق تمامی فصل های سال و همین طبیعت رو بسیار دوست می داشت و یک شعری با نام در راه عشق تو ما را فکری نام و ننگ نیست گفته، یک شعری دیگر هم دارد که این رو ما هم به آهنگ بستیم و حاضر می خواهم که الان همون آهنگ رو همون سرود رو برای شما و بینندگان پیشکش نمایم. بفرمایید. مرحمت. زنی سنگی جفا بر شیشه خاطر بده، میزنی سنگی جفا بر شیشه خاطر بده، اندر آن آثار اینسان ضرب های سنگ نیست، اندر آن آثار اینسان ضرب های ظاهرن دوره ماما در میانی ما و تو، از دل از آرزو دور یگان آرنگ نیست، از دل از آرزو دور یگان آرنگ نیست، چون ستاره سیر کردم در سمای زندگی، چون ستاره سیر کردم در سمای زندگی، ای دل مانند ای دل های ما هم رنگ نیست، ای دل مانند ای دل های ما هم رنگ نیست. Thank you.
مرحمت سازی اگر بر جانی بی دل دادن از برای استقامت دیده ای ما تنست از برای استقامت دیده ای ما تنست نرم پاک از هر دلی جانانه میگوید حبیب نرم پاک از هر دلی بود آینه با آینه هرگیز سمیست در رهی عشقی تو ما را فکر نامونم بار دیگر درود عرض میکنیم دوستانی عزیز برنامه فضا است یادآور میشم که مهمانان برنامه ما هنرمندان مؤسسه دولتی انسمبل لاله هستند با رهبری عمر علی میرعلیف یک نفر هنرمند محبوب انسمبل مذکور که رهبری بخش موسیقی را به عهده دارند خب باید یکم درباره انسمبل لاله حرف بزنیم فعالیتش امروز چگونه به راه مانده شده است این انسمبل هست که هم گروهی رقصی دارد هم گروهی موسیقی بله بسیار انسمبلی لاله بسیار انسمبلی آوازدار است از سالهای پیشین تا امروز همون فعالیت و همون جذابیت و همون کاری خود را گم نکرده است و در هیئت انسمبل بسیار نوازندگان و سرایندگان و رقاص و رقاصان بسیار فعالیت کاری دارند و پیوسته کارهای ایجادی و هنروری در انسمبل لاله دوام دارد و دوام میکند شما از کی به کار در آمدید؟ من در هیئت انسمبل لاله از سال 2005 این جانب در انسمبل در هیئت انسمبل لاله کار و فعالیت دارم خب اصلا همون صحنه های رقصی در اساس موسیقی های گروه موسیقی مونده می شود یا اینکه با موسیقی های غیر بله که در اینجا هر خیل است این وابسته از همون رابریتی اما رابرهای گروه رقصی از همون بلید مستر ها هم وابستگی دارند بسیار حالت ها می شوند که اونها مثال برای یک رقص به صحنه گذاشتن از ما آهنگ ها نیز طلب می کنند و ما با خواستی بسیارتر با خواستی خودی اون رهبریت همون گروه رقصی آهنگ ها ایجاد می کنیم و به سمعی مردم می رسانند اصلا آوازخوان ها کی هستند این بسید؟ در انسمبل لاله آوازخوانو امروز از استاد پرده قاسم سرابیک رحمانوف خا اینجا با حافظان جوان هم نیست بسیار هستند پروین محمد یارو لطافت قادیرو و دولت سلیموف و پرویز میرگلیف و بسیار هنرمندان دیگر نیست در این و خود من هم کم کم هم آهنگ ایجاد میکنم هم باز سرود آهنگی که قبلا پیشنهاد شد مال خودتان است بله بله اینو مال خودی من هستم خب برای گروه آهنگ ایجاد میکنید خود شما البته برای گروه هم گفتم که اگر همین خواهی شود آهنگ های شما زیاد است میخونن بچه ها آهنگ رو میخونن و آهنگ های بسیار آهنگ های رقصی هم هستن آهنگ های سرود های چیز هم بسیار هستن میخونن سنتکار خب خود شما از کجا شروع کردید من شوق صنعت من راهی صنعت در کجا و از کجا در دل شما راه یافت؟ اصلا شوق صنعت که از کودکی در هر یک هنرمند و در یک هنرور از همون خوردی پیدا می شود شاید یکون سبب می شود یک هنرمندی خوش سلیقه را در یکون اون سالهایی که ما ویدیم تلویزیون هم کم بود و اکثرا نبود و وقتی که بعدی همه رفتند حواس کاران اومد البته بسیار بسیار هنرمندان همین از استاد الدین هاشم عبدالله نظریف همه گروه های فیلارمونیا همون سالهای پیش به ناحیه ها می رفتند و بسیار مردم اون که خوب قبول میکردند هم شوق همین سنت در دل ما پیدا شد و ما هم این پیره رو انتخاب کردیم
ختم کرده ای دانشگاه فرهنگ و صنعتی به نام عزت رضا بخشی موسیقی. خب تشکر زیاد. و گفتید که بیشتر امروز ها به اشعار حبیب الله فیض الله مرور کردم و خب با اثر نوشته و اثر گفتش الهام میگیرم. خب چند سرود اشعار آهنگ بستید؟ الهول 4 سرود استاد حبیب الله فیض الله رو آهنگ بستم و بسیار در من از زمین عمری کمی همی وقتی که در 35 سال حیات قدر غزل و اینقدر کلیات نوشته است، برای همین من بسیار افسوس که کم تر دیتر هم شده باشد. اکنون باز در پای ایجادی دیگر سرود و آهنگ ها هستم، چونکه حبیب الله خود در از سینف هفتم سر کرده با شعر و سرود شعرگویی سر کرده است و اکثریت شعرهایش در حقیقت کلوب گزیت حقیقت کلوب چاپ می شدند و بعدا از سینف هشتم خط می کند و به آموزشگاه طبی رفته داخل می شود. یک نیم سال در آموزشگاه طبی می خوند و از بس که همین شوق و هوس ادبیات حبیب الله را از همون جا بعد یک نیم سال از اون مکتب به دانشگاه آموزگاری می آورد. بعد به دانشگاه آموزگاری می آورد و بعد اینجا سال 61 وقتی که استاد ساتی ملوزاده برای نوشتن رمان واسه به نویه خوالین سفر می کند، اولین همسفر راهبلدی استاد ساتی ملوزاده حبیب الله جوان می گردد و بسیار در همون سالها از همین شوق و شور و همین مهارت بلندی حبیب الله هم پای برده است استاد و بعد چندین شعرهاشون با همراهی صورتش در گزیته جمهوری چیز میکنه و این برای حبیب الله برای حبیب الله جوان یک بسیار دعای خیر میشود و در این پیرهای رو در 15 سال ایجادی من همین کلیات رو در چندین ژانرهای صنعت شعری شعر گفتند هست، مثلا چورپوره و داستان و شعری سفید و شعری آزاد و مثلا با حتی در درامه ها نیز ایجاد کردند که واقعا هم سیر محصول و باز در همون آفرین و احسان است. الهول در همون سنگ قبرش دو مصرع شعری خودش گرد صد بار زی دنیا گذاریم، ما دو صد بار زینه و زنده شدیم در سری قبری استاد حبیب الله فیض الله نوشته شده. اگر مثلا عمر وفا میکرد و باز هم از پای ایجاد و نوشتن شعرها و داستان ها میشدند، واقعا هم یک ستون دیگری ادبیات معاصری ما خوب بودند که این را استاد تورسون‌زاده در جوانیشان گفته بود. خب خسته نباشید، باز هم کدام شعرشان را باز آهنگ بستید؟ باز آمدی و چی چاره رفتی؟ باز یک شعر دیگری استاد حبیب الله فیض الله با آهنگ بستیم. الهول اون سرود رو اجرا میکنیم. بفرمایید مرحبا. باز آمدی با چی چاره رفتی؟ از دیده به یک نظار رفتی، بشکسته چه ساغر دلم را، بردی دلی پار پار رفتی، بشکسته چه ساغر دلم را، بردی دلی پار پار رفتی. من پای پیاده و رهندو چابک نظری سوار رفتیم، من پای پیاده و رهندو چابک نظری سوار رفتیم، آخر به کجا برد مرا را، به حرف و به اشار رفتیم، آخر به کجا برد مرا را، حرف به اشاره رفتی.
خود میسوزم برا که زدی و شراره رفتی در آتشی اگر این تو میسوزم برا که زدی و شراره رفتی در دیده این دیزار شبها در دیده این دیزار شبها رخشیدی به چون ستاره رفتی رخشیدی به چون ستاره رفتی باز آمدی با چی چاره رفتی باز دیده با یک نظاره رفتی اشکسته چه ساغر دلم را بردی دلی پاره پاره رفتی بشکسته چه ساغر دلم را بردی دلی پاره پاره رفتی به حرف و به اشاره رفتی باز آمدی و چی چاره رفتی بار دیگر خوش آمدید به برنامه سلامت باشید شما سلامت که فعالیت آهنگسازی دارید و بیشتر آهنگ‌های انسمبل دلار رو نیز شما ایجاد میکنید میخواستم بفهمم که آهنگ چگونه تولید میشود چگونه به ذهن شما میآید خب چی باعث میشود و چی الهام میدهد اصلا آهنگسازی یا که ایجاد شعر سرود باشد در دل هنرمند و در دل ایجادکار از فضای صلح آزادی و آبادی و فضای خوبی آهنگسازی و مثال فضای خوبی کاری برمی آید و بعدن وقتی که بسیاری همین یکون کتاب یا یکون چیز رو ورق گردان میکنی آهسته آهسته من دیگر هنرمندان رو نمیدونم لیکن من وقتی که شعر رو پیدا میکنم البته آهسته آهسته آهنگ پیدا میشود و بسیاری هنرمندانی هست که اول آهنگ ایجاد می شود بعد از پی جستجوی شعر می شود خیلی در ایجاد من همین خیلی روخ می دید و بسیاری وقتا باز یکون آهنگ یکون کس آهنگ فرمایشی می شود وقتی که فرمایشی شد البته در برای مضمون و مندرجه همون چیز کم و بیش ما معلومات می گیریم و با ایسته ایسته بعد همون آهنگ ایجاد می کنیم خب مثلا شما می توانید که دلخواه متن را بگیرید و آهنگ بسازید اکنون این خیلی شاید که نمی شود بله خب چونکه تجربه کردید این کار تجربه هم کردم و بعد و بعدن باور کنید که مثلا همین کلیاتی اگر همین حبیلو فضلو باشد یا که کدام کلیاتی را بارید یک بار دو بار تا ورق گردان نکنی همون شعری مقبولی دیلتی رو از همون جا پیدا کردن میتونی بعد یک چند بار گشته برگشته مطالعه کردن البته شعرهای خوب آهسته آهسته پیدا میشوند و آهنگ بندی میشوند خب بیشتر از اشعاری که بغیر از حبیب الله فیض‌الله شما مطالعه میکنید و آهنگ میبندید بیشتر کدام شاعران در خوری ذوق شما است مثلا از استاد محمد غایب من چندین غزل ها و سرود های نوشته استاد رو من به آهنگ بستم و در اینجا از کلاسیکان هم بسیارتر ایجاد میکنیم مثلا از سیدا و جامی و حافظ و دیگر ایجاد میکنیم همین شعر خوب بدیل خودش آهنگ داره بله شعر خوب بدیل جا میشود بله بله برای آهنگساز بسیار آسانی میآورد شما از احمد ظاهر یاد آوردید از وقتی که همون شعر رو خواندید به پیری میرسد خاری بیابان ولی گل چون جوان گردد بمیرد واقعا من یکی از عاشقان ترانه های احمد ظاهر هستم میشود که همین رو خب نمیدونم زمزمه کنید با گروهی بچه ها من یک چهار مصرع را سحر میگفت بر بل باغبان را در این باغ جز نیحال غم نروید با پیری میرسد خاری بیابان ولی گل چون جوان گردد بمیرد با پیری میرسد خاری بیابان
ولی گل چون جوان گردد بمیرد. واقعا هم خیلی متنی الله و خیلی یک ترانه دلنشین است. خسته نباشید و سلامت باشید. نقشه هایتون چی است؟ یعنی مینبر نیست از نوشته های حبیب الله فضل‌الله را مطالعه میکنید و آهنگ بیشتر میبندید؟ وقتی که من یک بار دو بار عموماً چند وقت شد که به این اثر مرور کردید؟ اکن آهنگ بندی یا که ایجاد هم در یک بسیاری آهنگ سازهایی هستند که من میخواستم که به نوشته های حبیب الله فضل‌الله چند وقت شد که مرور کردید؟ خیلی خیلی سالهای زیاد است، لیکن به هر حال امروز فرصت دست داد و ما این آهنگ ها و ایجاد خود رو مثال کردیم، لیکن حالا هم نیت هست که باز از ایجادیاتش باز پیشکشی بینندگان و مخلصان خود گردانم، چندین سرود و چندین چیزهای ناگفته حبیب الله را. بله. اصلا کدام قالب شعریش برای شما پسند است و با آهنگ جا میگرد؟ چون اینجا شعری سفید بیشتر است. بله بله، همون شعری سفیدش در آهنگ جا کردن بسیار قیمتر است. ولی تصویرهای خیلی جذاب و زیبا دارد. مثلا یک شعر دیگر از من بسامی بینندگان رسوندم، تاجیکستان نام دارد. تاجیکستان من به هر پیراحت پا موندم، چون در آغوش از طفلی پا به دنیا موندم. حالا اگر همین شعر من با همراهی خونیاگران اگر اجرا کنیم، شما میگوید این شعر 35 سال یا 40 سال پیش نوشته نشده است و ممکن که یک 3-4 روز کشیده باشد. و واقعا هم میگن یک گروه شاعران در همون وقت به میدان ادبیات آمدن که همون سنت قدیمه ادبیات کلاسیکی ما رو به هم پیوست کردن. بله. یک وقت همین پیوندی از میان رفته بود، ولی مثلا من مشاهده کردم که بیشتر به همون قالب های سنتی و به همون تصویرها و عموماً به شعر کلاسیکی، به وزن شعر کلاسیکی تکیه زیاد دارد که بله. برگشت به اصل است و عموماً در یک زمانی که از هویت و از ملت و از مثلا خیشتن بله. گفتم جرم بود، ولی بله. این گونه شاعرانی بودند که از وطن میگفتن، از وطن میگفتن، تاجیکستان هویت ملی میگفتن، از تاجیکستان میگفتن، که واقعا یکی از این شاعران شادروان حبیب الله فضل‌الله است. خب در 35 سالگی در سن جوانی چی گونه فاجعه شد؟ فاجعه در وقتی بازگشت از ناحیه خوالنگ به دوشنبه در ناحیه واسه، در اونجا یک فاجعه اتومبیلی می شود، در اونجا تصادف میکند و از دنیا میگذرد. خب روح شاد بود و باور داریم که عصر نوشته هایش راهنما می شود برای مردم و واقعا هم تصویرها و بازیافت‌های شاعری خیلی زیاد دارد. بله. که بله. توصیه میدم برای خواندن به مردم. بله. که حتما که از نوشته های حبیب الله فیض الله یکی از شاعرانی خیلی خوبی ما پیدا کردن مطالعه سازید. و دوستان عزیز، همین جا به انتهای برنامه امروزه فضا هم رسیدیم. یادآور میشم که مهمانان برنامه ما هنرمندان مؤسسه دولتی انسمبل لاله بودند با رهبری عمرعلی میرعلیف که واقعا هم ترانه های جذاب و دلنشین پیشنهاد کردید و در انتها باز هم یک ترانه آماده شده است، ترانه وطن، که پیشنهاد ما به شما میگردد و آرزو داریم که همیشه سربلندی و خوشحالی نصیبتان باشد و همیشه با شادی و نشاد رو برو شوید. چون در آغوش از سی تیفلی پا به دنیا مادم، چون در آغوش از سی تیفلی پا به دنیا مادم، سربلندی های من از کلاهای کوی تو، سربلندی
دریای دلم دریا به سقف مانده، من زی دریای دلم دریا به سقف مانده. تاجیکستان 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 تاجیکستان. سازم هر کفی خاکی درو، همچنان آیی نگیرم چشمه پاکی درو. سبز زارت بیستری من سنگ تو بالینی من، سبز زارت بیستری من سنگ تو بالینی من. میکشم من در کنارم رودی به باکی تو را، میکشم آن در کنارم رودی به باکی تو را. تاجیکستان 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 تاجیکستان. دشت باید نقشی دستور خانی اجدادی من، روی سرخی مردمانت خانه آبادی من. چون ببینم روی خندانی همه پیر و جوان، چون ببینم روی خندانی همه پیر و جوان. شب دو